در این برنامه 24 مرگ یا قتل یکی دیگر از مخالفان ولادیمیر پوتین. الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین منتقد حکومت روسیه، در زندانی در سیبری درگذشت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. الکسی ناوالنی، منتقد و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین، در زندانی فدرال در نزدیکی قطب شمال درگذشت. این زندان در بیانیه‌ای خبر داده که ناوالنی 47 ساله روز جمعه بعد از قدم زدن ناخوش شده و تقریبا بلا فاصله از هوش رفته. هنوز دلیل مرگ این فعال سیاسی جوان در زندان روسیه مشخص نیست. آقای ناوالنی اوایل ماه امسال بعد از حدود 3 هفته بیخبری در زندانی بالاتر از مدار قطب شمال در سیبری پیدا شد. او به اتهام افرادگرایی به 19 سال زندان محکوم شده بود و مشغول گذراندن دوره محکومیتش بود. ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که ولادیمیر پوتین رو مسئول مرگ الکسی ناوالنی میدونه. میدانید، مثل میلیون ها نفر در سراسر جهان، من هم از شنیدن این خبر مرگ الکسی ناوالنی خشمگین شدم، ولی تعجب نکردم. او با شجاعت در برابر فساد، خشونت و تمام اعمال نادرست دولت پوتین ایستاد. در پاسخ پوتین دستور مسموم سازی اون رو داد، او را دستگیر کرد، او را به جرایم ساختگی متهم و محاکمه کرد، او را به زندان فرستاد، او را در انزوا نگه داشت. با این حال حتی اینها هم نتوانست او را از افشاگری دروغ ها باز دارد. حتی در زندان او صدای قدرتمندی از حقیقت بود که وقتی به آن فکر می کنید واقعا شگفت انگیز است. و او می توانست پس از تلاش برای ترورش در سال 2020 که او را به سرحد مرگ رساند، در تبعید به زندگی امن ادامه بدهد. ولی او که در آن زمان خارج از کشور بود به روسیه بازگشت، با علم به اینکه اگر کارش را ادامه دهد احتمالاً زندانی یا حتی کشته خواهد شد، اما باز هم بازگشت چون عمیقاً به کشورش، به روسیه ایمان داشت. اگر گزارش‌های مرگش درست باشند و من دلیلی برای شک در آنها ندارم، مقامات روسیه داستانی را خودشان خواهند گفت. اما اشتباه نکنید، اشتباه نکنید، پوتین مسئول مرگ ناوال نیست، پوتین مسئول است. امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه از برلین با ماست. آقای چاهکی، چقدر فکر میکنید که مرگ آقای ناوالنی روی جنبش های اپوزیسیون روسا تاثیر خواهد گذاشت؟ بسیار زیاد تاثیر خواهد گذاشت. ما دو رهبر بودن در این سالهای اخیر که ظرفیت هدایت جنبش آینده را داشتن. چون امروز ما مواجه با پوتینی هستیم که به دلیل اون شوینیسم و ناسیونالیسم روسی تاریخی مورد حمایت شاید 60-70% اهالیش هست، شاید 25% مخالف هست. آمارهایی که گفته میشه اینه. و این باریس نمسوف جناب فرزاد در 2015 در 100 متری ورودی به ساختمان کرملین توسط یک گروه چچن کشته میشه. باریس نمسوف 55 ساله که از پیشگامان همراه یلسین در روسیه جدید بود. و تا امروز هم اصلا مشخص نیست که چه گروه چچنی باید باریس نمسوف رو بکشه. آن زمان که رمضان قادیروف شده بود به سر رهبر اصلی چچن. حالا الکسی ناوالنی، یک مرد 47 ساله در اوج قدرت فکری فیزیکی که زندگی سالمی داشته، بیهوش میشه با همان سناریویی که ما داریم. اگه اجازه بده اشاره کنم که حسین جهانگیری، مترجم ارشد سفارتم که در مذاکرات محرمانه بوده، به شکل عجیبی اوایل فوریه با همین روش در سالن ورزش بیهوش میشه و فوت میکنه. در عین اینکه اخبار متناقضی هست، مثلا مطرح شده که بلافاصله ظرف 7 دقیقه از بیمارستان شهری که شما هم اشاره کردید به این اردوگاه میان و 2 دقیقه بهش میرسن. خب اگر میدونید بعد از 5 دقیقه از عدم اکسیژن رسانی به مغز، خب مشخصه یه مرگ دیگه رخ میده. عملا گروه پزشکان ثبت مرگ و فوت رو ثبت کردن. در این تناقض هست، یک خبری نشده که تروم داشته، به اصطلاح گرفتگی رگ‌ها. در سوابق ناوالنی هیچ چیزی وجود نداشت. اشاره بکنم که ناوالنی از اوایل دسامبر 2026 ناپدید شد و وکلا نمی‌دونستن کجا هست و خانواده‌اش نمی‌دونن کجاست.
و بعد معلوم شد که به زندان اردوگاه کار بسیار معروف خطرناک یامولانسکی که همون که اشاره کردید نزدیک به قطب شمال میشه سیبری قرار داره و اردوگاهی که ناوالنی در آن قرار داشته اسمش از گرگ قطب. متوسط دمایی که وجود داشته در این منطقه وجود داره در ماهای طولانی زمستانی بوده 25-30 درجه است، منفی 25-30 درجه است. در دوره کوتاه تابستان به حدود 5-10 مثبت 10 میرسه. در اینی که ناوالنی در این سالهایی که زندان به زندان میشده 2020 آگوست 2020 مسموم میشه با ماده شیمیایی نوویچوک، بعد در شاریته برلین اینجا معالجه میشه، ژانویه 21 برمیگرده به دلیل عدم حضور در معرفی خود به پلیس به خاطر یک حکم زندانی مشروط که بوده دوباره دستگیر میشه، در میشه زندانیش قطعی. در 2022 قراره که آزاد بشه و به اتهام کلاهبرداری 9 سال میگیره. در 23 19 سال دیگه میگیره به دلیل همکاری و کمک و ایجاد جامعه افراطی. و در این حال منتقل میشه به بدترین شرایط زندانی. بوده 30 بار ناوالنی در چیزی که در روسیه به شیزو میگن، یعنی در زندانها زندانهای انفرادی شیزو هست که تا 15 روز به دلیل هر نوع نافرمانی میتونه منتقل بشه. در عین اینکه غیر از این بارها به انفرادی مخصوص دیگه ای رفته، یعنی در زندانهای روسیه با میراث از زندان شوروی روشهای بسیار خطرناکی در مورد زندانیان هست. ضمناً اینکه این قسمت خدمتتون آقای فرزاد بگم که وکیل ایشون چهارشنبه همین یعنی دو روز پیش حضوراً دیده ناوالنیو و سالم بوده. اون چیزی که داره الان پخش میشه که در دادگاه ها داره صحبت میکنه پشت این مورد دیروز بوده و ولی فیزیکی هم ایشون رو چهارشنبه دیدن و هیچ نشانی از بیماری نداشته. آقای چاهکی چطور هستش که عملا الان فدراسیون روسیه با ناتو به صورت نیابتی در اوکراین در جنگ است دیگه؟ این همه هزینه‌ای که آمریکایی‌ها دارن میکنن، اروپایی‌ها دارن میکنن و تجهیزات نظامی که به اوکراین میدن از یک طرف، از طرف دیگه مخالفانش شناخته شده ترینشون حالا امروز اینطوری در زندانی در نزدیک قطب جانش رو از دست میده، بسیاری دیگر در این دو دهه گذشته دو دهه و اندی گذشته ناپدید شدن یا کشته شدن یا مسموم شدن، و در این حال میبینیم که آقای پوتین یک اقبال عمومی هم بهش هست در روسیه. چطوری هستش که چنین اتفاق میفته در فدراسیون روسیه؟ باید تاکید کنم شوونیسم ناسیونالیسم تاریخی روسا که منشأش ابرقدرت بودنشون بوده بسیار در اینها عمل میکنه. ما ایرانی ها گاهی برای اینکه در دوران تنگ امروز میخوایم افتخاراتون بگیم به چند هزار سال کوروش هخامنشی اشاره میکنیم. روسا در همین قبل از دهه 90 ابرقدرت بودن. اون شوونیسم روسی بستر صحبت‌های پوتینه. ببین اتفاقی نیست که ولادیمیر پوتین در گفتگو با تاکر کارلسون 30 دقیقه اولو تخصیص میده به بازخوانی تاریخ و شاید 30 دقیقه آخر جذاب بوده فقط. در سفرهایی که پوتین همین الان تردورف رفته با سفرهای جدید، باز هم تو اولین ملاقاتش با مردم از تاریخ روسیه میگه. پوتین به درستی به این نظر رسیده که سوار بر ناسیونالیسم روسی دوباره آن آرزوی روس‌ها رو رسیدن به ابرقدرتی بلا منازع یا دومین باشن در ایجاد خواهد کرد. آنچه که آمارایی که ما داریم حد اکثر مخالفان پوتین نه حتی نه اینکه بگیم فعال 25%. ضمن توجه بکنید که حتی بوریس نمسوف اون مخالفی که جدی بود واقعا و مدت زیادی هم کنار یلسن بود، در نظراتی که داشت در موضوع یوگسلاوی یکی از کسانی بود که علارغم مورد حمایت قرار داشتن ناتو و غرب، به خاطر اینکه جوانی بود مترقی از نظر اینها و دموکراسی رو می‌خواست مطرح کنه، مخالف هر نوع دخالت در سربستان بود و از کسایی بود که تاکید داشت سربابشون داره ظلم میشه. آقای ناوالنی در برخی از گفته‌هاش در تو با الحاق کریمه نظراتش هماهنگ بوده با نظرات اکثریت و متاسفانه الان فقدان ناوالنی
و کشتن ناوالنی که دلایلی که مطرح میکنم من، یکی این که ما میبینیم این مرگ‌هایی که به همیشه ادامه داره رخ میده. ضمناً شما توجه کنید ما مشروع‌ها رو داریم میگیم، بقیه هم حسن اشاره کرد بهشون، نمسوف و ناوالنی، یفگنی پریگوژین خطرناک‌ترین شورشی بعد جهانی جهانی دوم اگر چشم در نظر نگیریم، اون هم در هوا کشته میشه. در عین این که روش پوتین به نظر من اینه صورت مسئله رو بمیبره. حضور ناوالنی در زندان با توجه به حضور همسرش در اروپا و با توجه به که امروز هم توجه کنیم، من اینا اتفاقی نمیدونم، نمیگم که باید دنبال یک توطئه همیشگی بگردیم، یک روش پوتین حد فیزیکیه. دومی که ببینید امروز وقتی خانم ناوالنی، یولیا ناوالنی، اشاره کنم که ناوالنی سال 2000 ازدواج کرد با یولیا، یک دختر 22 ساله داره، یک پسر 16 ساله داره، امروز که در مونیخ بود کنفرانس امنیتی، ناوالنی کشته میشه یا فوت میشه. اینها نشون میده که پوتین با قدرت داره ادامه میده. ضمناً اگر کاسپاروف که معروفتون هست، یعنی قهرمان سوپر شطرنج جهان، و گاری کاسپاروف اولین میشه گفت آقای فرزاد مخالف جدی مشهور غیر سیاسی بود، یعنی از شطرنج وارد سیاست شد و به زیر فشار پوتین خارج شد، امروز سخنی گفت، مصاحبه طولانی داشته، ایشون هم تأکید میکنه که شاید 25% مخالف هستن و اشاره میکنه که آینده‌ای که میتونه باشه، آینده‌ای بود که تحت رهبری ناوالنی میتونه صورت بگیره. اپوزیسیون ضربه جدی خورد، اپوزیسیون شکل ناگرفته است. الان ما میبینیم که حرکات مردم، گلهایی که میرن میدن، من حتی خدمتتون بگم دوستان روسی من که در مسکو هستن و نمیتونیم بگیم جزو موافقان ناوالنی هستن، در شوک هستن. این بی‌اعتمادی پوتین بیشتر میکنه، ولی ضربه‌ای به موقعیتش نخواهد زد در ماسک. ببینید الان مثلا هیچکس سابقه من به خاطر ندارم که همچین عملی صورت بگیری که وزارت فرهنگ روسیه تا 15 ماه ماست تمام سینما، تئاتر، باله رو مجانی اعلام کرده. شما فکر کنید چه هزینه‌ای داره الان اعمال میشه. گفته‌های آقای بایدن، آقای فرزاد، همه خسته شدیم. این که مجازات میکنه، این که عواقب خواهد داشت، تا خود جنگ هم تأثیر نداشته که هیچ، حتی روشن نیست که آخه الان مرگ ناوالنی مطرح میشه، آقای بایدن اشاره میکنه اون پکیج رو امضا کنید، در حالی که اصلا معلوم نیست. من میدونم نکته اینه، الان آفدیفکا هم داره سقوط میکنه. این اگه ما نگاه بکنیم امسال سالی در این سه ماهی که میرسه به ماه ماز، یک سال ایدال واسه پوتین و طرفدارانشه. جنگ غزه وارد بدترین شرایط خود شده، دریای سرخ پیچیده تر شده، حتی چین برای تکمیل چه کار بکنه که در دریای سرخ دچار ضربه سنگین در طول لوجستیک شده، چین سرمایه‌گذاری در مصر داشته. در رابطه با ناوالنی، خب امروز همراه با کنفرانس مونیخ همه چی به این بود، باز نظرات از سفر زیلنسکی به پاریس و به آلمان میره سراغ ناوالنی. در عین اینکه آفدیفکا که این میشه گفت بعد از باخمود جدیترین چالشی بوده، که اشاره کنم آقای زالوژنی، جنرال سابق فرمانده کل قوا، نظرش این بود در اوکراین که باخموت هم بعد عقب نشینی میکردن، در مورد آفدیفکا هم نظرش این بود. الان اینجوری که اخبار داریم دنبال میکنیم، چه اخبار مستقیم از بر اوکراینیا، گزارش های نظامی حاضر در جبهه های جنگ روسی و اوکراینی، احتمالاً ظرف دو سه روز آینده آفدیفکا هم سقوط میکنه. ایدارترین شاید برای پوتینه. ممنونم از شما امیر چاکی، تحلیلگر مسائل روسی از برلین. الکسی ناوالنی در مصاحبه با خبرنگاری از رویترز در سال 2011 در پاسخ به این سوال که آیا از به چالش کشیدن دولت پوتین میترسه یا نه، پاسخ داده بود که تفاوت من و تو همینه، تو میترسی و من نمیترسم. او گفته متوجه هست که خطر وجود داره، اما چرا باید بترسه. آخرین پست ناوالنی در صفحه اینستاگرامش پیام تبریک روز ولنتاین به همسرش یولیا ناوالنایا در کنار تصویری از اونها در کنار هم بود. همسر آقای ناوالنی در کنفرانس امنیتی مونیخ خطاب به پوتین و دوستانش گفته که بدون مجازات نمیمونین. یولیا ناوالنیا، همسر الکسی ناوالنی، ساعتی پیش درباره مرگ همسرش در زندانی در سیبری گفته این رژیم و ولادیمیر پوتین باید شخصا جوابگوی تمام کارهای وحشتناکی که در سالهای اخیر در حق کشور روسیه انجام دادند باشند. اگر این حقیقت داشته باشه،
میخوام پوتین و همه اطرافیانش و دولتش بدونند در قبال کارهایی که با کشور ما، خانواده‌ام و همسرم کردند باید پاسخگو باشند. و میخوام از کل جامعه جهانی، همه شما در این اتاق و مردم در سراسر جهان بخوام که با هم متحد بشیم و این شیطان رو شکست بدیم. رژیم وحشتناکی رو که حالا در روسیه است، این رژیم و ولادیمیر پوتین باید شخصا جوابگوی تمام کارهای وحشتناکی که در سالهای اخیر در حق کشور من و کشور ما روسیه انجام دادند باشند. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از آلمان با ماست. آقای براتی، آقای ناوالنی اولین مخالف سیاسی آقای پوتین نیستش که به شکلی مشکوک جانش رو از دست میده. متاسفانه گمان میکنم که آخرین هم نخواهد بود. الان در مونیخ میدونم که همه نگاه ها متوجه آقای ناوالنی هست. کمی پیشتر رئیس جمهوری فرانسه در کنار آقای زلنسکی هم به این موضوع اشاره کرد. اینجا در واشنگتن هم رئیس جمهور آمریکا حرف از این میزنه که مسئولیت رو متوجه آقای پوتین میدونه. اما به واقع به نظرتون تغییر مهمی رخ خواهد داد یا یک هفته، دو هفته، یک ماه، شش ماه بعد این هم به فراموشی سپرده میشه؟ خب با مرگ ناوالنی بخشی از جامعه باز و دموکراتیک روسیه مرد. ناوالنی بعد از مسمومیتش در سال 2020 که به آلمان آورده شد و در برلین تحت مراجعه قرار گرفت، داوطلبانه به روسیه برگشت که نقش تاریخی خودش رو ایفا کنه. در تفکر او یک اصل اساسی وجود داشت و اون زیستن در راستی بود. این زیستن در راستی برای او در حقیقت سرنوشته بود و همراهانی هم که او داشتن همین طرز فکر رو داشتن. الان دو زندانی دیگری که همراه با او زندانی شدن، آقای ولادیمیر کارامازوف که 27 سال حبس گرفته و همراه جوانترش که 6 سال حبس گرفت، این هر دو هم در خطر برابر با اون چی که بر سر آقای ناوالنی اومد قرار داره. اما در مورد فرد ایشون باید بگیم که درجه تاثیرگذاری ناوالنی در جامعه روس هنوز به اندازه کافی شناخته شده نیست. یه نمونه رو فقط اگه عرض کنم، ایشون یک ویدیویی تهیه کرده بود با تیتر دوست‌ها و شیاط‌ها در کاخ کرملین که بررسی کرده بود تمام فساد دستگاه سیاسی و نظامی پوتین رو. این ویدیو در شرایطی که محدودیت‌های 100% وجود داشت و سانسور کامل وجود داشت، 25 میلیون نفر روس این ویدیوها رو دیدن و نگاه کردن. هر جایی که ناوالنی سفر میکرد همواره هزاران نفر با او همراه میشدن. این مسئله که جامعه روس یه جامعه است که در او استبداد شرقی، شرایطی که در زمانی تحت عنوان جامعه شرقی در تحت استیلای استبداد آسیایی بوده و شیوه های تولید و توزیعش هم متناسب با این استبداد بوده و تداوم پیدا کرده در سیستم کمونیستی و الان در سیستم پوتین، یک مسئله را فراموش میکنه که با پیدایش روابط جدید مدیاهای جدید در دنیا و ارتباط فکری و عملی و سیاسی جامعه روس با دنیای بیرون از خودش، یک قشر متفکر سیاسی پیدا شده که همه ناوالیست هستن. به همین دلیل هم میتونیم بگیم که گرچه الان در کوتاه مدت ممکنه که ما چیز عجیب غریبی نبینیم، ولی همین امروز دستگاه دولتی پوتین هر گونه تظاهراتی رو در روسیه ممنوع کرده. هر گونه تظاهراتی رو. خب این نشان از ترس و وحشتی داره که البته در رابطه با صحبت شما تاثیرگذاری بلاواسطه به این شکل نخواهد بود که فقط در اون چیزی که در جامعه درون جامعه روسیه میگذاره آینده روسیه رو تعیین خواهد کرد. ما می‌بینیم ترور و اختناقی رو که پوتین در داخل روسیه بر جای گذاشته، در آنور مرزها، بیرون از مرزها، اون چی که داره در اوکراین انجام میده، همین ترور و اختناق رو در اونجا هم داره ادامه میده.
بنابراین میتونیم به این معنا بگیم شاید سرنوشت جنگ اوکراین که غرب مصمم برای این هست که 100% تضمین کنه که اوکراین بازنده نباشه، اگر هم برنده نیست بازنده نباشه، این رو در اولین روزها، در اولین هفته‌های جنگ، در کنفرانسی که در نیویورک برگزار شد بعد از در مراسم خاکسپاری مادلن اوربرایت وزیر سابق خارجه آمریکا، در اونجا از کشورهای اروپایی، وزرای خارج، رؤسای جمهور و غیره در اون مراسم شرکت داشتند. در مراسم غیر رسمی که در استیت دیپارتمنت برگزار شد این تصمیم اون زمان گرفته شد که به هر قیمتی هست اوکراین باید سر پای خودش بیسته بمونه، امکان دفاعی پیدا کنه، شانس پیروزی به پوتین داده نشه. من فکر میکنم در نهایت سرنوشت اون چی که در روسیه پیدا خواهد شد گره خواهد خورد به اون چی که در اوکراین میگذره. اگر غرب پایداری لازم رو انجام بده، اگر این مشکلاتی که الان آمریکا از طرف جمهوری خواه در مجلس و سنا به وجود اومده در راه کمک های لازم به اوکراین این نباشه، من هر سو گمان این هست در یکی دو ماه آینده این مسئله برطرف خواهد شد. اروپایی‌ها خود به خود مصمم هستن و به همین دلیل هم حتی شاید میتونیم بگیم مسئله پوتین باعث شده که اروپایی‌ها برای اولین بار روی این برنامه دفاع اتمی مستقل از خود دارن صحبت میکنن. همه اینها میتونه دست به دست هم بده و پوتین رو در شرایطی ببره که بازنده باشه. الان در میانه ماه مارس انتخابات ریاست جمهوری است، قرار پوتین برای پنجمین بار رئیس جمهور بشه، برای پنجمین بار. خب مرگ ناوالنی در این شرایط میتونیم بگیم که خیلی خوشایند نبوده الان برای پوتین در این شرایط سخت سیاسی که داره. برای شما بهتر از من میدونید برخلاف بسیاری از مستبدان دیگه، مثلا نمونش در خود ایران آقای علی خامنه‌ای رو اگر بخوایم مثال بزنیم، میدونم که حالا نظرسنجی‌ها در روسیه هم درجه یک نیستن، ولی خب مثل ایران هم نیست، بالاخره یک آزادی نسبی وجود داره. همه نظرسنجی‌ها نشون میدن که یک محبوبیت گسترده همچنان آقای پوتین داره. خیلی از روسا اون رو به عنوان یک چهره قوی که ایستاده و کشور رو منسجم کرده و حتی اقتصادش رو توسعه داده نگاه میکنن. اعداد و ارقام هم نشون میده علارغم جنگ فعلی اوکراین، اوضاع اقتصادی روسیه اونطوری که خیلی‌ها تصور می‌کردن در غرب بد نشده. چه هستش که آقای پوتین میتونه اینقدر مقتدر در قدرت باقی بمونه؟ بله، این فرمای شما کاملا درسته. فروپاشی نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی و کنده شدن بخش‌های خیلی مهم از جمهوری‌های سابقی که جزء اقمار این امپراتوری بودن، روسیه رو در وضع بسیار خطرناک اقتصادی و سیاسی بود که پوتین با اتخاذ سیاست درهای بازی که اونجا عملی کرد تونست جلوی این سقوط رو بگیره و در ضمن اون در این حد که در تا روستاهای دوردست حداقل به اصطلاح این ماهیانه بازنشستگی رو که این حداقل که میگم چیزی ضرورت 50 تا 60 تا 70 دلار بیشتر نیست تامین بکنه در اون شرایط. به هر صورت مردم روسیه در اکثر شرایطی که به ویژه اونهایی که در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنن خودشون رو مدیون پوتین میدونن و به همین دلیل هم اصولا تفکر سیاسی اکثریت مردم روس تفکر سیاسی به معنی ما امروز کشورهای اروپایی ندارن، بلکه عکس العمل در سیاست نشون میده. اون بخش به اصطلاح که جامعه که طرفدار باز، جامعه باز و دموکراتیک روسیه است، اونها هستن که سخت و سفت ایستادن. حال مسئله برمیگرده به این که روسیه دیگه یک کشور تنهایی نیست، در سیستم بین المللی الان جایی برای خودش باز کرده. ما برای اولین بار داریم میبینیم که روسیه متحد اول کشورها و جریانات اسلامی بسیار عقب مونده شده. ممنونم از شما. اصلا تصورش تا به حال ممکن نبوده اینکه روسیه خلاف منافع اسرائیل عمل کنه. نه. الان عملا حامی حماس شده در این منطقه و سیاستون. این است که من فکر میکنم این ارتباط
بین المللی با اون چی که درون روسیه میگذره، این دو با هم میتونن شرایط رو برای پوتین سخت بکنن. و ما این البته قابل پیشبینی نیست این مسئله، ما در شرایطی دیدیم به ویژه که امروز به فردای شرایطی تغییر پیدا میکنه، مردم در تفکر مردم تغییراتی پیدا میشه قابل پیشبینی از قبل نبوده و این در روسیه هم ممکن هست. ما فکر میکنم که برصورت زیاد روی این حساب نکنیم که بله چون مردم روسیه الان در شرایط بعد جنگی، در شرایط بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تونستن سر پای خودشون بایستن، همیشه برای همیشه مدافع پوتین خواهد بود. فکر نمیکنم اینطور باشه. ممنونم. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از آلمان. ایوان ژدانوف، دستیار الکسی ناوالنی، گفته مرگ او عادی نیست بلکه یک قتل سیاسی. آقای ناوالنی حقوقدان و سیاستمدار روس، مشهورترین مخالف سیاسی پوتین بود. او که در زمان مرگ 47 سال داشت، فعالیت‌هاش علیه پوتین را از سال 2009 شروع کرد. آقای ناوالنی از رهبران اصلی اعتراضات خیابانی در سال‌های 2011 و 12 روسیه بود. ناوالنی بعد از اون که در سال 2020 به طرز مشکوکی مسموم شد، به آلمان رفت و دوره درمانش رو اونجا گذروند. او با اینکه میدونست بازگشتش به روسیه موجب دستگیریش میشه، در سال 2021 به مسکو بازگشت و بلافاصله در فرودگاه بازداشت و روانه زندان شد. امروز و ساعتی بعد از انتشار خبر مرگ ناوالنی، گروهی از مردم مسکو در میدان لوبیانکا گرد هم اومدن و در مقابل بنایی که برای بزرگداشت قربانیان سرکوب‌های سیاسی دوران حکومت شوروی ساخته شده گل گذاشتند. دادستانی روسیه در مسکو به شهروندان هشدار داده که از تجمع‌های گسترده در اعتراض به مرگ ناوالنی خودداری کنند. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، از مسکو با ماست. آقای سفروف، بسیاری از رهبران غربی و سازمان‌های حقوق بشری انگشت اتهام رو متوجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کردن که عملاً با به زندان انداختن آقای ناوالنی و بعد با تبعید عملی او در نزدیکی قطب شمال عامل مرگ اصلی او هست. شب شما بخیر جناب آقای فرزاد و دوستانی که الان توی استودیو و جاهای دیگه دارن ما رو تماشا میکنن. تقریبا 25 دقیقه دو کارشناسی برجسته این برنامه شما سخنهای گفتن که کاملا غیر منطقی و علیه دولت و یک چهره خشنگی را از جناب آقای پوتین ایجاد نمودن و به تصویر کشیدن. در سخنان شما بیشتر عدالت، منطق و واقعیت های بودن بیشتر از آن که اون کارشناس های شما قبل از من صحبت داشتن. من از شما اجازه میخوام که عدالت مذاکرات رعایت بشه. به کارشناس اول شما 15 دقیقه وقت دادید، به کارشناس دوم 10 دقیقه. منم فرصت داشته باشم که یه چیزهایی بگم که شاید برای بیننده های محترم شما کمی فضا باز بشه و صحنه روشن‌تر بشه. اولا بیایید به منطق نگاه بکنیم. در شرایط کنونی هیچ اصلا نیازی نبود که کسی از سیستم سیاسی دولت حاکمیتی آقای پوتین بیاد تأثیری به حالت آقای ناوالنی برسونه، چون که واقعا یک عامل غیر انتظاری. ما اصلا خودمون شگفت انگیز شدیم. همه چی را ما الان دیگر از غرب و امریکا و انگلیس و کشورهای دیگر در رابطه با لطمه و ضربه زدن به منافع ما و جایگاه ما الان دیگه انتظاریم و غیر انتظاری هم حساب نمی کنیم، ولی در داخل کشور از دنیا گذشتنیم آقای ناوالنی یک ضربه خیلی خیلی سخت و شدیدی به خود داخل کشور و منافع کشور و جایگاه کشوره. برای اپوزیسیون، برای دشمنان روسیه یک قربانی رسمی بزرگ و دیدنی به این نیاز داشتن و به اون هدفشون رسیدن. ما الان در یک شرایطی خیلی مهم و حساس کمپانی انتخابات رئیس جمهور هستیم و امروز محبوبیت جناب آقای پوتین 82%. شاید کمی اشتباه باشه 1 یا 2-3%، ولی اون که در حدودی 80% مردم جمعیت روسیه خیلی و هم مطمئنن راهبر خودشون را برای 6 سال دیگه میخوان انتخاب بکنن جناب آقای پوتین رو، این واقعیت داره. چرا در این حالت
آقای پوتین یا سیستم سیاسی اون بیاد یک کاری رو انجام بده که استخوان پرتافتن به دهان گورگه. گورگ این چهره جمع شده غرب و آمریکاست، بنابراین هیچ نیازی نبود. من فکر میکنم که آقای سفر خیلی خواهند گفتش به خاطر اینکه نطفه یه هیچ نوع اپوزیسیونی شکل نگیره، برای اینکه چنان آقای پوتین محکم به قدرت چسبیده در این 20 اندی سالی که در سمت‌های مختلف بیشترش رئیس جمهور، حالا مدت کوتاهی نخست وزیری بود، که مجالی برای مخالفان وجود نداره. شما دیگه بهتر از من میدونید بسیاری از مخالفان چه سیاسی چه حتی روزنامه‌نگاران به شکل‌های مشکوکی خیلی اوقات ناپدید میشن، جانشون رو از دست میدن. خب فضا بسیار دشواره برای کسی که بخواد در مخالفت آقای پوتین قد علم کنه. وضعیت اونچنانه که شما میگید نیست. اصلا اون افرادی که الان در غرب و آمریکا و جای دیگه پناه جسته و از اونجا داره یک داد و بیداد و صدا بیرون میکشه که باز هم براش یک شرایط خوبتر درست بکنن و چهار تنگه براش بدن که زندگیش رو ببره، اصلا اونها افرادی خیلی کوچولویی بودن که نه طرفدار داشتن نه پشتیبان داشتن نه اصلا مردم از اونها دفاع میکرد. همین آقای نوالنی که یک شخصیت واقعا ارزشمند بود و ما واقعا ما میدونیم که یه تعداد جمعیت تقریبا 10-12% جمعیت از ایشون طرفداری میکنن و فکر و اندیشه‌های اونها رو طرفدار هستن و خیلی هم با صداقت با اون با اعتماد میکنن. به خاطر اعتمادی که مردم داره ما اصلا نباید کاری رو انجام میدادیم که اونها ناراحت میشدن. اون حرفی اول رو میخواستم انجام بدم که من فکر میکنم که دولت روسیه اشتباه کرده، آقای پوتین اشتباه کرده. اگر من می بودم در این حالت اصلا آقای نوالنی را روی دست می برداشتم، در هر یک متر پلیس را می گذاشتم که خدای نکرده با این افرادی که واقعا در زندان هستند و آسیب رسیدن اونها بار سنگینی برای کشور و جمعیت و سیستم روسیه داره آسیب ببینن. شاید من حدس می زنم، دلیل ندارم ولی حدس می زنم که شاید سیستمی کرپشن و فسادی که اونجا هست، شاید دشمنان روسیه اون رو رخنه کرده باشن، با اون وارد شده باشن و با هر راهی کار کرده باشن که این بنده خدا این جوانی 47 ساله رو از دنیا رو بوده باشن. ولی منطقی سالم، منطقی که در کار باید اون استفاده بشه، از شعور انسانی و تفکر انسانی میاد، در این حالت اصلا نیازی نبود که حتی به جناب آقای نوالنی دست بزنید. شما اون نشسته بود کار خودش انجام میداد. دو روز قبل از این هم در محاکمه جدید پرونده جدید سخنرانی ویدیویی داشت، هیچ کس این انتظار را نداشت، ولی سلامتی و عوضی سلامتی ایشون خیلی هم ناراحت کننده بود، چون که چند سال قبل از این حتی آلمان رفته بود برای عملی خیلی جدی در قلب و جای دیگه و طبق پیشنهادهایی که الان ما داریم شنیده ایم واقعا یکی اک باره وضعش خراب شده و بعد از این دیگه نتونستن اون رو نجات بدهن. بنابراین من فکر میکنم که این دسیسه و تحریک هایی کشورها و سازمانهایی هستند که در شرایطی حساسی روسیه میخواهند که وضع روسیه را خراب بکنند، متشنج بکنند و انگشت انتقام را طرف غرب انتظار بود دیگه. آقای بایدن الان چند ساعت نگذشته تمامی اصلا بهانه و خجالت و همه چی که در دنیا بود بسر آقای پوتین ریخت. اونا دیگه در شرایطی کنونی که الان دنیا داره عوض میشه و آقای پوتین داره سرنوشت جهان رو داره عوض میکنه، به خاطر آنکه هر چی باشه باد هر سنگ و هر چیزی که هست به دستشون بیاد به سمت کرملین بزنن، به سمت آقای پوتین میزنن که سرنوشت کشور عوض نشه، سرنوشت جهان عوض نشه. در شرایطی که ما در این 2 سال تقریبا 1 تریلیون دلار خرج کردیم برای دفاع از خودمون و این عملیات ویژه نظامی را داریم انجام میدهیم،
کشورهای کل دنیا با اوکراین کمک بکنن به خاطر آنکه سیستم جهانی عوض نشه، سازمان ناتو از بین نره، اتحاد اروپا فروپاشی نشه، امریکا دسترسیش با اروپا انجام نشه، کاسته نشه و اصلا نفوذ روسیه بالا نشه، کشورها از تابعیت امریکا و اروپا بیرون بیان، دلار از بین بره یا که کاسته بشه. آقای سفاروف، چون به این مقایسه غرب و روسیه پرداختید، به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار امید داشتن که روسیه به جمع کشورهای غربی بپیوند، ارزش‌های دموکراتیک رو داشته باشه. بالاخره حتی محدودیت‌های ریاست جمهوری رو هم به یاد دارید، در سال 2008 برداشتن، الان بالای 24 سال اگر اشتباه نکنم است که آقای پوتین در قدرت است. شما دوست دارید جهان بیشتر شبیه روسیه باشه که یک کسی 24 سال در قدرت باشه، یا بیشتر شبیه غرب باشه که رهبران دموکراتیک عوض میشن؟ ببینید، کاملا درسته که نباید یه نفر 24 سال یا 20 سال حتی 12 سال سر کشور باشه، چون که آمارها نشون میدن که وقتی که یه نفر دو دور بیشتر از 10 سال سری حاکمیت هست، اصلا دیگه احساس و لمسی واقعیت رو از دست میده. درست است که تجربه پیدا میشه، تیم خودش را حفظ میکنه و روتین و کارهای نرمی اون درست میشه، ولی با تهدیدها و آمارهای جدید جمعیت نمیتونه واقعا واکنش نشان بده. بنابراین من طرفدار این نیستم. ولی یه چیز دیگه ای که شما فراموش میکنید و کارشناسای غربی اصلا نمیتونن اون را بگن، آقای پوتین ما را از مرگ نجات داد. تمامی این سالهایی که بعد از فروپاشی شوروی بود، تمام کشورهای غرب تمامی کاری را انجام دادن که فروپاشی خود روسیه هم انجام بشه، تمام عدالت، تمام اون امکاناتی که ما داشتیم از دست ما گرفتن و دیگر و دیگر. بنابراین آقای پوتین اومد، کشور را برگردون، جایگاه ما را روشن‌تر اعلان نمود، از منافع روسیه دفاع نمود و صدای روسیه الان در جهان داره تنین اندازه، چون که این صدا صدای آزادی، صدای من حفظ منافع روسیه است. آقای نوالنی هیچ ما به اون نیازی نداشتیم، با آقای نیمتسوف نیازی نداشتیم، آقای پریگاژین را ما اصلا دست نرسوندیم و هزاران اپوزیسیون دیگری که الان هستن دارن در امریکا در خیابان‌ها و کوچه های غرب و امریکا دارن پرواز میکنن، میدوند، صدا بلند میکنن، اونها اصلا جوابگو و طرفداری در روسیه ندارن و اونها دارن با این کار زندگی خودشون میبرن و از این سوء استفاده میکنن. خلاصه تمام این سالها غرب و امریکا و انگلیس و کشورهای دیگر یک کار انجام میدن که همیشه با روسیه لطمه بزنن که روسیه از بین بره، کمر این کشور را بشکنن و از پا در بیاورن. ولی آقای پوتین اومد، این کشور را احیا نبود و سر پای خودش گذاشت. بله. و واقعا میشه گفت که هزاران کشورهای دیگه، صدها کشورهای دیگه. آقای سفاروف، سعی کنم دیگه تا جای ممکن حداکثر وقت رو بهتون بدم، ولی واقعا بعد برم سراغ مهمان بعدی. عذرخواهی میکنم ازتون. ممنونم. رجب سفاروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو با ما. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار تحقیقات جامع، شفاف و معتبر در مورد مرگ الکسی ناوالنی شده. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، مرگ آقای ناوالنی رو یک تراژدی خونده که نشون میده به گفته او پوتین دقیقاً چقدر هیولاه. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، هم درباره مرگ الکسی ناوالنی گفته همه حقایق در این باره باید روشن بشه. من به شدت متاسفم و نگران گزارش‌هایی که از روسیه درباره مرگ الکسی ناوالنی منتشر شده. تمام حقایق باید ثابت شود و روسیه باید به سوالات جدی پاسخ دهد. ناوالنی سالها صدای قوی دموکراسی و آزادی بوده و ناتو، متحدان ناتو، برای مدت طولانی خواهان آزادی فوری او بودند. ما متعهد هستیم از همه کسانی که به دموکراسی و آزادی اعتقاد دارند، همانطور که الکسی ناوالنی سالها نشان داد، حمایت کنیم. روسیه روز به روز به قدرتی مستبدتر تبدیل شده. آنها سالهاست که به مخالفان خود ظلم می کنند. ناوالنی یک زندانی بود و این بسیار مهم است که اکنون روسیه درباره مرگ او توضیح دهد.
آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست. آقای آرامش، مهمان قبلی هم اشاره کرد بالاخره خیلی از روس‌ها به خاطر اقتداری که آقای پوتین به این کشور آورده ازش حمایت میکنند. در جنگ اوکراین هم که در این نزدیک به دو سال گذشته دیدیم، تمام حمایت‌های غرب هنوز موفق نشده دست کم تا اینجا به شکست روسیه ختم بشه، اقتصادش هم از هم نپاشیده و آقای پوتین هم کماکان مخالفانش رو مستقیم و غیر مستقیم یکی بعد از دیگری حذف میکنه. آیا اصلا راهکاری برای جهان غرب در مقابل فدراسیون روسیه وجود داره؟ اگر غرب و دنیای آزاد این کارها رو نمیکرد، وضعیت روسیه به مراتب از این بهتر بود و گستاخی‌هاش و دست‌درازی‌هاش به مراتب از این بدتر. شما نگاه بکنید در منطقه حول روسیه چند کشور هستن که خطه‌هاشون تحت اشغال روس هاست. یکیش جمهوری گرجستان، مناطق اوسشیا و آبخازیا کاملا تحت اشغال روسان. در جمهوری مولداوی منطقه‌ای است به اسم جمهوری ترانسنیستار، یک رودخانه می‌گذره از شرق کیزینو یا کیشینف پایتخت مولداوی که اون ور رودخانه یک جمهوری مندرآوردی است، جمهوری ترانسنیستار با پایتخت تراسپول که هنوز جلوی مجلسش مجسمه لنین دارن و روبل کمونیستی هنوز استفاده میکنن. میخوام بگم هنوز در کدوم فازن، اگر اشتباه نکنم تیپ 17 زرهی روس هم اونجا مثلا حافظ صلحه، ولی اولا حکومت نیروی اشغالگره. اوکراین که خب دیگه همه میتونن اشغال شده از 2014 بخشش در زمان آقای اوباما، به بعد از اون هم 2021 حمله گسترده 2022 مزد میخوام حمله گسترده روسا، 2008 قضیه گرجستان بود همونطور که عرض کردم، و سالهای سال از جنگ بین روس تبارهای مولداوی و رومانیایی تبارهای مولداوی در سال 94-95 میلادی هنوز اون مناطقی در اشغال روسها و روس تبارها هست. مسئله اینجاست، اونهایی که فکر میکنن تحریم، بله تحریم چیز ایدئالی نیست، ولی شما موقعی که کسی خطایی میکنه و باید جلوی او خطا رو بگیرید نمیتونید دست و دست هم بذارید. اینجا بارها ما این حرفا رو هم شنیدیم، به خصوص چه از راست افراطی چه از چپ افراطی. شما از گزینه هیچ کاری نکردن تا گزینه جنگ هزار یک گزینه دارید، یکیش تحریم کردن. اگر این تحریم ها نبود الان ماشین جنگی روسیه به مراتب قوی تر بود، ماشین سرکوب روسیه به مراتب قوی تر بود. درسته که باعث سقوط نشده، بالاخره روسیه کشوری بزرگ، دومین صنعت بزرگ نظامی دنیا رو داره، یکی از بزرگترین ذخایر و تولیدات نفت و گاز در دنیا رو داره، بالاخره کشور کوچکی نیست. اگر ایران و کره شمالی هنوز کمپرکون نشدن فقط با تحریم، خب روسیه به این راحتی نمیشه، ولی الان سخت‌ترین رژیم تحریم ها بر روسیه اعمال شده و فشار هم آورده تا حالا. نکته بعدی، من میخوام برگردم ولی سر مسائل داخلی خودمون که کلن بعضی موقع مشکل ساز میشه در موارد سیاست خارجی. الان به دلیل اون وزن بیش از اندازه‌ای که هم راست افراطی در آمریکا و هم چپ افراطی در آمریکا دارند، هرچند که طرفدارانشون آنچنان زیاد نیستن، اما به خاطر اون وزن حزبی که دارن صداشون از اون چه که هست بیشتر شده، می‌بینیم که بسیاری از مثلا لوایحی که یا طرح‌هایی که برای مثلا دادن کمک به اوکراین، پول دادن کمک اضافه به اوکراین، الان عملا چند دیگه مثلا 30 جمهوری خواهند از 219 جمهوری خواهد در مجلس و 213 دموکرات در مجلس، فقط 30 هستند که با این مخالفن، ولی چون آنچنان فشار از بیارن به آقای ترامپ هم روی اینها بسیار نفوذ داره، این پول رو به اوکراین نمیدن. از اون ور چپ های افراطی هم در حزب دموکرات کرده، یک اصطلاح من درآوردی هم دارن به اسم جنگ های ناتمام نشدنی. اونها هم همینطور تا موقعی که این اختلافات داخلی سر مسائل بسیار واهی هست و مسئله امنیت ملی ایالات متحده به عنوان یک مسئله حزبی باش برخورد میشه، ما همین آشو داریم، همین کاسه، آقای ترامپ و بایدن و اوباما و بوش و کلینتون و بوش همه اینها تقصیرات خودشونو دارن، هیچ کس مقصر تنها نیست، اما این سیستمی که ما در اینجا داریم سیستم خوبی است، باید روش کار بشه، باید بهینه هست، باید بهینه تر بشه. این اختلافات راست افراطی و چپ افراطی نتیجهش بشه همونطور که پوتین اشغال میکنه، الان پول و مهمات به اوکراین نمیرسه، یکی هم زدن کشتن و دیگه اینطور هست. ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما، و ممنون از شما که ما رو در این بحث همراهی کردید.